تو این سال بچه گفته یک حلقه از درون میدان مغناطیسی برونسو عبور میکند. پس میدان برونسو داده، جهت جریان هنگام ورود آی یک و هنگام خروج آی دوه. کدام گزینه صحیحه؟ خب پس موقع ورود و خروج روی تخت نگاه میکنیم ببینیم جهت جریان رو باید چجوری مشخص کنیم. از دو راه میتونید بده. یکی از راه اون F که بهتون گفتم، یکی هم از راه این که وقتی وارد داره میشه میدان برونسو داره توش زیاد میشه. نگاه کنید، وقتی داره وارد میشه برونسو ها داره داخل حلقه زیاد میشه. جهت جریان القایی میخواد با این افزایش میدان برونسو مخالفت کنه. پس باید میدان چی به وجود بیاره داخلش؟ به جای برونسو چی باید به وجود بیاره؟ درونسو، که برونسوها رو نذاره زیاد بشه. پس جریان القایی اینطور میشه، یعنی میشه ساعت گرد. روش دومش اینه که بیایم F معلوم کنیم. ببینید F اینطور میشه. وقتی F این وره نگاه کنید بچه ها، این F، این B، پس جریان میشه پایین. جریان که بشه پایین یعنی این میشه. پس ابتدا ساعت گرد، موقع خروج پس قطعا پاد ساعت گرده. چرا؟ چون موقعی که خارج میشه برونسوها داره توش کم میشه، این میخواد نذاره طبق قانون برونسوها کم میشه، پس باید به برونسو اضافه کنه. برای اینکه به برونسو اضافه کنه جریان خلاف عقربای ساعت میشه. این آی یک شد، این آی دو شد. پس موقع ورود ساعت گرد، موقع خروج پاد ساعت گرد. با هم چک کنیم گزینه ها رو. بله همون گزینه یک صحیحه، موقع ورود ساعت گرده، موقع خروج پاد ساعت گرده. خب میریم سراغ سال بعدی. اینم باز یکی از سوالای خیلی خوبیه که سیم‌لوله‌ای در شکل نشان داده شده است، میدان مغناطیسی ابتدا به سمت راست بوده، به طور عمود از داخل سیم‌لوله عبور میکنه، اگه در مدت کوتاهی این میدان ابتدا به صفر سپس در خلاف جهت میدان اولی ایجاد شود، جهت جریان القایی کدام است؟ گفته از آ به ب، سپس از ب به آ، ابتدا از ب به آ، سپس از آ به ب، همواره از آ به ب، همواره از ب به آ. پس ابتدا گفته در مدت کوتاه این میدان ابتدا به صفر میرسه، یعنی کم میشه کم میشه کم میشه به صفر، بعد جهتش عوض میشه. حالا این ور بوده، حالا از این ور شروع میکنه زیاد شدن. حالا میخوام ببینیم جهت جریان القایی به کدوم سمته. روی تخته این شکل رو کشیدم براتون اونجا توضیح میدم. خب همونطور که دیدید گفته بودیم میدان هی شروع میکنه کوچیک شدن کوچیک شدن کوچیک شدن به صفر، بعد این دفعه جهتش برعکس میشه. جهتش این دفعه قبلا به سمت راست بوده، حالا میشه ببینید تغییرات به سمت چیه؟ تغییرات میدان به سمت چپه. پس تغییرات میدان به سمت چپه. این میخواد با این تغییرات مخالفت کنه، نذاره تغییرات به سمت چپ به وجود بیاد. پس باید یه میدانی به سمت چی تولید بکنه؟ به سمت راست، که از این تغییرات جلوگیری بکنه. برای اینکه تغییرات به این سمت باشه جریان باید کدوم ور باشه؟ بله جریان به این سمت میشه. نگاه کنیم رو حلقه میشه به سمت پایین، ادامه که بدیم میشه از ب به آ. نگاه کنیم بله، پس همواره از ب به آ. دوباره دارم میگم چون میدان به سمت راست بوده تغییر کرده به سمت چپ، اون میخواد، یعنی اون چی؟ یعنی جریان القایی، جهت جریان القایی میخواد با این تغییرات به سمت چی بچه ها؟ به سمت چپ مخالفت کنه. پس باید یه میدان به سمت راست به وجود بیاره و جهت جریان القاییمون از ب به آ میشه. گزینه رو با هم چک کنیم. همونطور که میبینید گزینه 4 جواب صحیح ماست، از ب به آ همواره. در این سوال بچه ها گفته در شکل مقابل شار مغناطیسی عبوری از حلقه به صورت یک تابه درجه 2 داده در اسال. بزرگی نیرو محرکه القایی متوسط رو تو بازه زمانی 0 تا 4 خواسته بر حس میلی ولت و گفته جهت جریان القایی از آ به ب، از ب به آ، یا ابتدا از آ به ب، سپس از ب به آ. گزینه ها رو اینجا داریم. روی تخت شکل رو کشیدم نگاه میکنیم ببینیم حلش به چه صورت. معادل شار اینه،
یه بار بازه زمانی، تو بازه زمانی 0 تا 4 یه بار 0 رو قرار بدیم، یه بار 4، ببینیم فی 1 و فی 2 مون چقدر میشه. پس تی 1 مساوی 0، فی 1 مون میشه 0 قرار بدم میشه 10 به توان منهای 3. تی 2 رو 4 قرار بدم، فی 2 مون میشه چی بچه؟ 4 16 منهای 8، 8 1 هم میشه 9 ضرب بر 10 به توان منهای 3. تغییرات شار میشه فی دو منهای فی یک، کم کنید میشه 8 ضرب در دوتا منهای 3 وبر. اینا همه بر حسب وبرن. خب حالا نیرو محرک القایی بود منفی ان دلتا فی به دلتا تی بچه ها. خب اینجا اینمون که یک حلقه خودش گفته بود، تغییرات شار 8 ضرب در دوتا منهای 3 تقسیم بر دلتا تی مونه 0 تا 4 4، پس حاصل نیرو محرکمون میشه چی؟ 2 ضرب در 10 به توان منهای 3 ولت، چون بر حسب میلی ولت خواسته میشه 2 میلی ولت. اما در مورد این که جهت جریان القایی چجوریه، ببینید شما از 0 تا 4 شار داره زیاد میشه یا کم میشه؟ اگه داره زیاد میشه باهاش مخالفت میکنه، اگه داره کم میشه بازم باهاش مخالفت. از 0 تا 4 شار زیاد شد یا کم شد؟ میگم من که نمیدونم، ولی بیام اگه نمودارش رو رسم کنیم خیلی راحت، تا به درجه 2 میبینید. خب زمان رو صفر قرار بدیم، نمودارش این شکلی میشه. اسخای میکنم این فی صفر قرار بدیم میشه 1 ضرب در 10 به توان منهای 3، این 1 ضرب در. خب تی منفی ب به 2 ا رو بریم بچه ها که نقطه مینیمومش رو پیدا کنیم. ب مون منفی 2، پس میشه منفی 2 به 2 آ، اینم که 1 2 میشه منفی 1 که منفی هم میشه مثبت، تیمون میشه 1 ثانیه. پس تو 1 ثانیه این کمترین مقدار داره، 1 رو قرار بدید 1 منهای، ببینید بچا 1 منهای 2 منهای 1 میشه 0، پس اینجا 0 شده، یعنی نمودار این شکلی میشه. پس از 0 تا 1 ثانیه داره کم میشه، یعنی برونسوا داره هی کم میشه از 0 تا 1 ثانیه. این میخواد نذاره برونسوا کم بشه، پس باید به برونسو اضافه کنه از 0 تا 1 ثانیه. برای اینکه به برونسو اضافه کنه جریان ابتدا اینه I1، یعنی میاد اینجا I1 میاد اینجا میشه از A به B، این I1 ماست. تا چند؟ آفرین، تا 1 ثانیه. از 1 به بعد بچه ها نگاه کنید شروع میکنه به چی شدن؟ شار زیاد شدن. این میخواد نذاره زیاد شه، برونسو نخواره زیاد بشه، بعد چی تولید کنه؟ آفرین، درونسو. پس این میشه، پس این اگه I1 بوده I2 مون این دفعه این میشه، یعنی از اینجا میاد میشه از B به A، این I2 مونه. پس تا 1 ثانیه در از A به B، از 1 تا 4 ثانیه میشه از ب به آ. پس ابتدا از آ به ب، سپس از ب به آ، 2 میلی ولت هم که شد. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. همونطور که میبینید فقط گزینه 3 صحیحه، 2 ابتدا از آ به ب، همونطور که دیدیم از آ به ب بود، بله I1، و سپس از ب به آ. گزینه 3 جواب صحیح ماست. تو این سال بچه اومده نمودار شار گذرنده از یک حلقه انشیه که مطابق شکل روبرو، گفته نمودار نیرو محرکش چیه. همیشه یادمون باشه نمودار شار بر حسب زمان رو بدن. اگر بخوایم مشخص بکنیم شیب نمودار معرف نیرو محرک است، ولی با علامت مخالف، یعنی اگر شیب مثبت نیرو محرکه باید منفی باشه. اینجا چون شیب ثابت و مثبت، پس نیرو محرکه باید منفی باشه. اینجا که شیب صفر نیرو محرکه هم صفر، اینجا که شیب منفی نیرو محرکه باید ثابت و مثبت باشه. پس نیرو محرکه ثابت منفی، نیرو محرکه صفر، نیرو محرکه ثابت و مثبت. خب پس این نمیتونه باشه، اینم نمیتونه باشه، فقط این میتونه باشه. این چرا نیست؟ چون وقتی شیب ثابته یعنی نیرو محرکه ثابته، اینجا نیرو محرکه ثابت نیست. پس گزینه 1 چرا حذف میشه؟ به خاطر اینکه
شار وقتی مثبت نیرو محرکه باید منفی باشه، اینجا هر دو رو مثبت گذاشته. این میتونه درست باشه. اما حالا اومدیم و دو تا گزینه رو این شکل کشید. من میخوام محاسبهش رو انجام بدم، تغییرات شارمون رو مشخص میکنیم، رو شکل پای تخته اینو براتون انجام میدم، مشاهده کنید و جواب رو ما پیدا کردیم. فقط و فقط باید عددهامون رو چک کنیم. نگاه کنید. همونطور که میبینید نیروی محرکه بچه ها بود منفی این دلتا فی به دلتا تی. خب نیروی محرکه همون منفیه، اینمون که یک حلقه است. تغییرات شارمون از منفی 4 ضرب در توان نیسته به این رسیده، پس میشه 6 منهای منفی 4 ضرب در به توان منهای 3. درسته بچه ها؟ این عبارت بله. تقسیم برای دلتا تیش هم که چند شده؟ 20 ضرب در 10 به توان منهای 3. چرا منهای 3 بچه‌ها؟ برای اینکه میلی ثانی است. بله این است. این میشه چند؟ 10. 10 با این ساده میشه، میشه 1/2. پس حاصلش میشه 1/2 منفی نیم ضرب در 10 به توان منهای 3 که میره میشه نیم ولت دیگه. درسته؟ نیم ولت. بله. پس این میشه منفی نیم ولت. این قسمت که صفره، برای قسمت دو و آخر نگاه کنید تغییرات از چی به چی رسیده؟ یه منفیه، اینمونم که یکه. از 6 ضرب در 10 به توان منهای 3 به 0 رسیده، پس میشه 0 منهای 6 ضرب در 10 به توان منهای 3. تقسیم بر چی؟ تو چه مدتی؟ 10 ضرب در 10 به توان منهای 3. خب این منفی در منفی میشه مثبت، منهای 3 هم با هم میره میشه 1/6. 1/6 ولت. پس اولی منفی نیم ولت، بعدی 1/6. پس فقط میتونه این گزینه درست باشه، یعنی گزینه 4. خب ادامه سوالا رو میبینیم. تو این سوال بچه اومده باز گفته یک حلقه به شکل مستطیل با سرعت 1 متر بر ثانیه از درون میدان یک نواخت 500 گاوس عبور میکند. کدام نمودار زیر برای این شکل میتواند صحیح باشد؟ ابعاد قاب رو داده، طول میدانم داده و گفته کدوم یکی از اینا میتونه باشه. خب موقع ورود شار که اول صفره، شار شروع میکنه به زیاد شدن، پس میتونه این شکل باشه، شار زیاد بشه. ولی چون مشخص نکرده جهتش کدومه، میخوایم ببینیم که کدوم یکی از اینا خواهد شد. نیرو محرکه وقتی که شار به این شکل در بیاد، چی بهش معرف نیرو محرکه است؟ پس نیرو محرکه باید به این شکل در بیاد. حالا اجازه بدید من اول محاسبات انجام بدم روی تخته، بعد برمیگردم گزینه‌ها رو با هم چک میکنیم. نگاه کنید. خب شارمون اول صفر بوده، اول شار بعدیمون وقتی کامل وارد میدان میشه فیدومون میشه چقدر؟ بمون چند داده بود بچه ها؟ 500 گاز. 5 ضرب در 10 به توان منهای مساحت میشه 50 ضرب در 10 به توان منهای 4. چون عمودم هست، فرمول شار کسینوس تتا، تتا زاویه بین نیم خط عمود بر حلقه با خطوط میدان میشه، پس میشه 25 ضرب در 10 به توان منهای 5 چی؟ وبر. درست شد؟ 25 ضرب در 10 به توان منهای 5 وبر. خب شارمون اول چی بوده بچه ها؟ شار اول صفر بوده، بعد به چی رسیده؟ به 25 ضرب در 10 به توان منهای 5. تو چه مدتی؟ مدت رو بچه، برای که این قاب وارد میدان بشه چه طولی رو باید طی کنه تا وارد میدان بشه؟ 10 سانتی متر. با چه تندی؟ 1 متر بر ثانیه. پس اگه من بخوام سرعت رو بنویسم جا به جایی یا تندی رو بنویسم جا به جایی در واحد زمان، این یکه. خب چه طولی رو هم طی میکنه؟ 1/10. تو چه مدتی؟ دلتا تیمون هم میشه 1/10. پس این 1/10. خب این طول چقدر دیگه میمونه؟ 20 سانتی متر. 20 سانتی متر بعدی رو تو 2/10 میره، یعنی اینجا میشه 3/10 و در نهایت به صفر میرسه.
که میشه 14. همون مدتی که وارد میشه 20 سانتی متر میمونه، 10 سانتی متر تو 1/10 رفته، 20 سانتی متر تو 2/10 میشه 3/10، موقع خروجم 1/10 پس میشه 14. این نمودار شار ما میشه. نمودار نیرو محرکمون باید بیایم نیرو محرکه رو به دست بیاریم. هم از راه دلتا فی به دلتا تی میتونیم بریم، هم از راه بی ال وی میتونیم بریم. هر دوتا درسته. نگاه کنید، چک میکنم نیرو محرکه رو چی بنویسم. این بود منفی ان دلتا فی به دلتا تی. پس ایمون میشه منفی ان مو که یک حلقه است، دلتا فی مون بچا اینقدر تغییر کرد، 25 ضرب در 10 به توان منهای 5 تو چه مدتی؟ 1/10 10 به توان من. پس ایمون میشه 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 ولت با علامت منفی. پس نیرو محرکمون باید این شکل بشه بچا، یعنی چند؟ 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 باید بشه. تا چه مدتی؟ 1/10. بعد که شار صفره، اینم صفر، بعد همین مقدار میشه، یعنی 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 میشه نیرو محرکمون. بازم اینجا داریم چقدر؟ 3/10 و اینجا داریم 14. نمودار نیرو محرکمون به این شکل میشه. خب بریم چک کنیم بچه ها. پس این شد 25 ضرب در 10 تا منهای 4، این شد منهای 5، این شد 25 ضرب در 10 تا منهای 4. نگاه کنیم گزینه ها رو بچه ها. خب این که غلط، این 25 ضرب در 10 تا منهای 4 تا اینجا درسته. این ایرادش چیه؟ این بعد منهای 5 باشه زده منهای 4، این هم که نمیتونه درست باشه. پس فقط گزینه 3 جواب صحیح ما خواهد بود. این هم سوال خوبی بود از بحث در از قانون فاراده، الغای الکترومغناطیسی و رسم نمودارش که جز سوالهای خیلی خوبه. حواستون باشه بچه، تو اینجا میتونستید بی ال وی هم برید، بیو بگیرید همون 5 ضرب در 10 منهای 2، التون رو بگیرید این 5 سانتی متر نه 10 سانتی متر، چون این خطوط رو قطع میکنه و ویش هم که داده 1 متر بر ثانیه، یعنی اگر بخوایم از اون راه هم بریم جوابش یکی در میاد، هیچ فرقی نمیکنه. خب سوال بعدی رو میبینیم. این مثال هم بچه گفته مطابق شکل یک حلقه به طور عمود درون یک میدان مغناطیسی یک نواخت قرار گرفته با حرکت رسانه آب به طول 20 سانتی متر و با تندی 5 متر بر 50 سانتی متر بر ثانیه جریان القایی 1 میلی آمپر در جهت نشان داده شده عبور میکنه. اگر مقاومت حلقه 25 صدم اوم باشد، بزرگی میدان بر حسب گاوس و جهت آن کدام است؟ شکل و پای تخته نگاه میکنیم، اونجا براتون حلش میکنم. تندی رو داده، سرعت رو داده، طول رسانه رو هم داده، مقاومتش هم داده، جریان هم داده. میتونم نیروی محرکه رو به دست بیارم. بله، این میشه آی ضرب در آر. این آی مون شده 1 میلی آمپر در توان منهای 3، آر مون هم شده 25 صدم. پس این مون میشه 25 ضرب در 10 توان منهای 5 ولت. درست شد بچه ها؟ ای هم داشتیم بچه ها چی؟ بی ال وی قدر مطلقش. ای رو داریم 25 ضرب در 10 تا منهای 5، بی رو نداریم بر حسب گاوس، ال رو داده 20 سانتی متر میشه 2 ضرب در 10 تا منهای 1، وی هم داده 50 سانتی متر، تقسیم به 100 میکنیم میشه چقدر؟ 1/2 متر بر ثانیه. خب این دوه با این دوه میره، منهای 1 میاد بالا، میاد این ور، میشه چی؟ بله 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 تسلا. این بیمون میشه که برداریم بچه ها، بیمون میشه 25 گاوس. خب اما در مورد جهت میدان، جهت جریان رو داده بچه ها. وقتی جریان به این سمته، حرکت هم به این سمته، بچه ها نگاه کنید نیرو پس کدوم سمت میشه؟ چرا نیرو باید به این سمت باشه؟ برای اینکه مخالفت کنه با حرکتش. میله وقتی به این سمت حرکت میکنه، به علت وجود این جریان و میدان بهش نیرو در خلاف جهت و حرکت وارد میشه. پس نیرو کدوم سمته؟ به سمت
راست، این نیرو به این سمت. جریان کدوم سمت؟ جریان داره میاد بیرون، اینم جریان. خب پس ب رو میخواییم مشخص بکنیم. نگاه کنید بچه ها، من اگه اجازه بدید اول دست چپ بگیرم ولی جهت رو برعکس میکنم. الان این F، اینم I، B باید از کف دست خارج بشه ولی چون من دست راست چپ گرفتم میام برعکسش رو میگیرم. یعنی میگم چی؟ یعنی B به جایی که رو به بالا باشه رو به پایینه، بنابراین B باید رو به پایین باشه. یه بار دیگه اینو براتون بگم، با دست چپ گرفتم برای اینکه راحت تر باشم. F به این سمت، درسته؟ آی اینه که اومده بیرون، بی باید بیرون، یعنی از کف دست بیاد بیرون، ولی چون دست چپ گرفتم باید دست راست میگرفتم، پس بی به سمت پایین میشه. پس جهت بی به سمت پایین اندازه میدانم 25 گاوس میشه. با هم چک کنیم گزینه رو. همطور که میبینید گزینه دو جواب صحیح ماست. سال دیگری رو انتخاب میکنیم. میگه اگر جریان عبوری از یک سیم‌لوله یا القاگر دو برابر شود، میدان مغناطیسی روی محور سیم‌لوله چند برابر میشود؟ ضریب القاوری آن چقدر میشود؟ و انرژی ذخیره شده. پس سه تا گزینه رو خواسته، هم بیو خواسته، هم ضریب القاوری رو خواسته، هم انرژی رو. با هم چک کنیم، جریان عبوری دو برابر، میدان و ضریب القاوری، اینا رو میخوایم مقایسه کنیم. روی تخته من این رابطه ها رو مینویسم که با هم دیگه چک کنیم. عزیزان من، میدان درون سیم‌لوله بی بود موصف ان آی به ال، ضریب القاوری، این ال اجازه بدید ال کوچیک بذارم که طول سیم اشتباه نشه، ضریب القاوری میشد موصف بدون ضریب، بدون هسته، بدون هسته فرامغناطیس ان دو آ به ال. انرژی هم بود یک دوم ال آی دو. خب جریان دو برابر شده، یعنی آی دو شده دو تا آی یک. گفته که میدان مغناطیسی، بچه‌ها این دو برابر بشه، این دو برابر بشه، خب اینم دو برابر میشه، ولی این که به جریان ربطه، پس این ثابت میمونه چون تغییری نکرده. این دو برابر بشه به توان دو میرسه، این دو برابر به توان دو میرسه میشه چهار برابر. پس میدان دو برابر، ثابت چهار برابر، درسته؟ به ترتیب میریم جلو. نگاه کنیم، همونطور که میبینید دو برابر میدان شد، ضریب القاوری ثابت و انرژی چهار برابر. سوال خوبی بود. سوال بعدی، بله، گفته که یک مولد متناوب نیروی محرکه به معادله این نیروی محرکه القایی رو داده، گفته در مدار القا میکند، اگر مقاومت مدار 5 اوم باشد نمودار شدت جریان بر حسب زمان به کدام شکله؟ پس ما اول باید جریان رو به دست بیاریم، معادلات رو مینویسم برای جریان متناوب برای اینکه یادآوری شده باشه. نگاه کنید روی تخته رو، خب نیروی محرکه بود ای ماکس سینوس دو پی تئوم ضرب در تی. البته معادله شار اول بنویسیم، معادله شار بود به آ کوسینوس دو پی تئوم ضرب در تی. معادله جریان هم میشه آی ام سینوس دو پی تئوم ضرب در تی. تی رو بهش میگن دوره تناوب. بین این دوتا هم که رابطه آی برابر بود بچه با ای آروم دیگه، درسته؟ پس این اگه ماکس باشه اینم ماکسه. اینا کل رابطه های جریان متناوب بود. این نمودارش کوسینوسیه، این دوتا نمودارش سینوسیه. خب الان به ما معادله چی داده؟ نیرو محرکه رو داده بود ای 20 سینوس 2.5 پی ضرب در تی.
خب اینو با این وسطیه مقایسه کنید بچه ها، اینو با این ایم امون چند میشه؟ 20. دو پی تئوم امون چند شده؟ دو پی تئوم شده 2.5 پی. خب میتونیم تی رو اینجا پیدا کنیم، از اینجا هم آیه به دست بریم. آیه ام امون میشه ایم تقسیم بر آر. 20 آرمون هم چند داده بود بچه ها؟ 5 اوم. میشه 4 آمپر. اینم قرار بدیم دو پی تئوم پی رو با هم بزنیم، جای تی و 2.5 میشه 2/2.5 مساویه با تی، در 4 ضرب کنید، 4 ضرب کنید میشه 10، میشه 8 دهم. تیمون میشه 8 دهم. خب نمودارش رو رسم کنیم بچه ها. نمودار جریان، نمودار جریان رو فقط میخواد بچه ها نگاه کنید. تی اینم آقای نمودار سینوسیه، این که 4، این منفی 4، این میشه 8 دهم. پس این صفر اینجا میشه 4 دهم، اینجا میشه 2 دهم و اینجا میشه 6 دهم. خب اینو داشته باشید بچه ها، بریم نگاه کنیم ببینیم کدوم گزینه ها درست تر میان. بله همونطور که دیدید فقط گزینه 3 میتونه صحیح باشه که این 2 دهم رو ما از توش درآوردیم. پس اینجا گزینه 3 رو به عنوان جواب صحیح انتخاب میکنیم. سوال بعد اینو بچه‌ها نگاه میکنیم. در این سوال هم بچه‌ها گفته مدار اولیه یک مبدل با تعداد دور 1800 به نیرو محرکه 180 سینوس 100 پی ضرب در تی متصل است. اگر تعداد دور مدار دوم یا ثانویه 2200 دور باشد معادله نیرو محرکه کدام است؟ خب معادلات نیرو محرکه رو داده، میخوایم اینجا با هم دیگه بررسی بکنیم. از 1800 رسیده به 2200، میخوایم ببینیم کدوم میشه. توی مبدل ها بچه همونطور که روی تخته نگاه میکنید، مدار اولیه به یک ولتاژ متناوب وصله، تعداد دورها در مدار ثانویه هرچی بیشتر از این باشه افزاینده است، هرچی کمتر باشه کاهنده است، به طوری که میتونیم بگیم N2 به N1 مساوی V2 به V1. N2مون رو داده 2200، N1مون رو داده 1800. V1مون رو اینجا داده چند بچه؟ مولدمون چند ولتی بوده؟ 180 ولت بوده. پس V2مون به دست میاد 220 ولت. خب پس معادله که اینه، یه ثانویه‌مون در اصل میشه 220 سینوس، این هم که تغییر نمیکنه، میشه 100 پی ضرب در تی. معادله نیرو محرکه‌مون به این شکل به دست میاد، 220 سینوس 100 پی ضرب در تی. گزینه‌ها رو با هم چک کنیم. همونطور که می‌بینید گزینه 4 جواب صحیح ماست. و ما آخرین سوال از این مبحث، در این تست بچه ها گفته سیم لوله‌ای به طول 20 سانتی متر داره 100 حلقه است، به مقطع 2 سانتی متر مربع وقتی جریان 2 آمپر از آن عبور می‌کند انرژی ذخیره شده در سیم لوله چند میلی ژول؟ مو صفرم 4 پی به جای 4 پی داده 12 ضرب در تو منهای 7 تسلا متر بر آمپر. خب با هم روی تخت مثال رو نگاه می‌کنیم و حلش رو انجام میدیم. انرژی بچه ها بود U مساویه با 1/2 الی 2، ضریب القاوری هم بود مو صفر N به توان 2 A بخش بر L، این L طول سیم بود. اول ضریب القاوری که بر حسب هانری داده 12 ضرب در 10 تا منهای 7، N مون رو داده 100 بچه ها 10 به توان 2 به توان 2 میشه 10 به توان 4، مساحت هم داده 2 سانتی متر مربع، 2 ضرب در 10 به توان منهای 4 و اینم 2 ضرب در 10 تا منهای 1 که 20 سانتی متر بود. ساده کردنش رو انجام میدیم، این 2 با 2 میره، این با این ساده میشه، منهای 1 میاد بالا، پس میشه 12 ضرب در 10 به توان منهای 6 ها
هانری میریم تو اون رابطه قرار میدیم، یک دوم دوازده ضرب در دوتا منهای شیش و آیمون هم که دو بوده به توان دو میشه چهار، این ساده میشه میشه شش، شش ضرب در چهار بیست و چهار بچه ها، ضرب در ده به توان منهای شش جول یا بیست و چهار هزارم میلی جول میشه. پس جوابش در میاد 24 هزارم میلی جول. گزینش رو با هم چک میکنیم. همطور که میبینید 24 هزارم میلی جول جواب صحیح ما در گزینه 4. درود بر شما.